سلام بینندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم. توجه کنید به این مجموعه خبری از رادیو آزادی. پارلمان ایران امروز توافق اتمی میان این کشور و 6 قدرت بزرگ جهان را تصویب کرد. از جمله 250 عضو حاضر در جلسه امروزی پارلمان، 161 نفر رأی موافق و 59 نفر رأی مخالف دادند و 13 نفر از رأی دادن خودداری کردند. تصویب این توافق از سوی پارلمان ایران زمینه تطبیق آن را مهیا می سازد. اما اعضای پارلمان تأکید کردند که مفتشین بین المللی انرژی اتمی اجازه نظارت محدود تأسیسات نظامی ایران را دارند. ایران و 6 قدرت بزرگ جهان، امریکا، بریتانیا، فرانسه، روسیه، چین و آلمان این توافق را در ماه جولای گذشته با هم امضا کردند. نیروهای رژیم سوریه در چندین منطقه این کشور به پیشرفت‌های نایل شدند. اردوی رژیم سوریه از عقب راندن شورشان در ولایت‌های حلب، حمص و لاذقیه خبر می‌دهد. نیروهای رژیم بشار الاسد با حمایت هوایی قوای روسیه در این هفته عملیات تعرضی وسیع بر مواضع شورشان انجام دادند. در این حال گزارش‌ها از یک حمله راکتی امروز بر سفارت روسیه در دمشق خبر می‌دهند. مقامات روسی گفتند که به کارمندان این سفارت کدام آسیب نرسیده است. و در نتیجه حادثه لغزش زمین در یک ناحیه مزدحم شهر کراچی، حداقل 13 نفر به شمول اطفال هلاک شدند. پلیس میگوید این واقعه صبح امروز هنگام رخ داد که گل و لای و سنگهای یک تپه به سوی منازل موقتی در یک کمپ سرازیر شدند. نواز شریف صدر اعظم پاکستان با ابراز همدردی خود به مقامات هدایت داده که به بازماندگان قربانیان این حادثه کمک کنند. برخی از کارگران نادار در کراچی، بزرگترین شهر پاکستان، در منازل موقتی در کنار تپه ها بسر می برند. دوستان عزیز، برای بیشتر از این خبرها و دیگر گزارش ها و مطالب رادیو آزادی آدرس ما را فراموش نکنید. azadiradio.com. از همراهیتان تشکر. رادیو آزادی از 7 صبح تا 7 شام، امواج متوسط 12.96 FM 100.5.